حفظ و صیانت حقوق دیگران واجب شرعی و خیانت در آن حق الناس و موجب پیگرد قانونی است. هر گونه کپی، تکثیر و انتشار محصولات علمی و فرهنگی گروه آموزشی پرش ممنوع و موجب نارضایتی دنیوی و اخروی صاحب اثر می باشد. به فرهنگ و آموزش کشور احترام بگذارید. سلام به بچه های عزیز. حمیدرضا محمدپور هستم، مدرس فیزیک از فیزیک دهم دبیرستان. امروز میخوایم با هم دیگه یه سرتیتری رو کار کنیم که تا آخرش تا کنکور دانشگاه باهاش در ارتباط خواهی بود. بدون شک هر سوالی که خواهی دید از این به بعد شما تبدیل واحد کردن یا تبدیل یک کار رو خواهی داشت. کتاب یه روشی رو براش ارائه کرده که همچین روش درست درمونی نیست، یعنی دانش آموز باش حال نمی کنه، منم باش حال نمی کنم. بنابراین امروز میخوام یه روشی یاد بگیریم خیلی سریعتر بتونیم سوالات مربوط به تبدیل واحد ها رو با هم دیگه حل کنیم. بچه ها اصلا داستان تبدیل واحد چیه؟ خوب گوش کنید به حرف من، بعد امروز با هم تست میزنیم، تمرین حل میکنیم، کلی کیف میکنیم. شما فکر کن من میخوام طول این پنی که دستم ماژیک، خودکار، مداد یا هر چیزی رو اندازه‌گیری کنم. برای اینکه بخوام طول خودکار رو اندازه‌گیری کنم، برای اندازه‌گیری طول یک خودکار اینجا نمی‌نویسه، این همچنان ایراد داره ها، این نمی‌نویسه. من یه دقیقه از اینجا یه قلم بچه ها بردارم که اینو بنویسیمش. این اصلا بستش، یه بار دیگه بازش میکنیم متاسفانه، صدا رو بگیریم. گفتیم با هم دیگه چی گفتیم؟ گفتیم میخواییم طول یک مثلا خودکار رو اندازه گیری کنیم. میخواییم طول خودکار چنده؟ خب طول خودکار اگه من بیام، اصلا طول واحدش چیه بچه ها؟ واحد اندازه گیری طول چیه؟ این دیگه همه بلدن، واحد اندازه گیری طول میشه چی؟ متر، درسته؟ حالا اگه من بخوام از متر، یعنی چی؟ یعنی یه متری که یه متر یه متر یه متر یه متر جدا شده استفاده کنم برای اینکه طول اینو به دست بیارم، باید چی بگم به تو؟ بگم آقا یک پنجم متره؟ خب پس یه واحد کمتری نیاز داریم، یعنی بیایم اون متره رو یه خود کوچیکترش کنیم، سانتی متری با هم دیگه حرف بزنیم، میلی مترش کنیم، یا حتی مثلا بچه نوک یه سوزن رو میخواییم اندازه گیری کنیم، با متر اندازه گیری کنیم نوک سوزن رو. پس میخواییم بریم سراغ چی؟ مثلا به عنوان مثال میکرومتر، از میکرومتر استفاده بکنیم. یعنی اینا همشون متر رو دارن بچه ها، نگاه کنیم. اما این متر، این متر، اینم متر، اما یه پیشوندی براشون گذاشتیم به نام سانتی، میلی، میکرو، که چی کارشون کنیم؟ کوچیکترشون کنیم. یه چیز دیگه هم هست، آقا میخوایم فاصله خودمون تا خورشید رو اندازه گیری کنیم، با متر اندازه گیری کنیم. خب پس یه واحد بزرگتر نیاز داریم، گیگامتری، ترامتری. ها اینا کجاست؟ اینایی که داری میگی تو این جدول هست بچه. یعنی ما پیشوندها، آفرین یاسمن، ما پیشوندها و پسوندهایی رو یاد میگیریم برای اینکه واحدهای اصلیمون رو کوچیکتر یا بزرگترشون کنیم. مثلا نگاه کن، اینا کوچیک کنندن. چیان؟ کوچیک کننده هامون. مثلا دسی بچه ها یعنی 10^-1، سانتی 10^-2، میلی، میکرو، نانو و
پیکو اینا پرکاربرد هاشن در حقیقت. به ترتیب نگاه کن تا اینجا، تا اینجا رو ببین، تا اینجا یه دونه یه دونه رفته بالا، یعنی سانتی میلی دسی سانتی میلی، یک دو سه، بعد سه تا سه تا پریده. اینجوری تو ذهنت حفظش کن، میکرون نانو پیکو، حالا سه تا دیگه، این در بطال منفی 3 میشه منفی 6، منفی 9، منفی 12. این برام دقیقا آینه همیناست ولی برای بزرگا. یعنی اگه 10 به توان منفی 1 ضرب میکنم که کوچیکش کنم، میتونم اینجور 10 به توان 1 ضرب کنم گنده بشه. خب اونو چی بگیم؟ دکا. یعنی هر دکامتر 10 متره، هر 10 متر رو میگیم یه دکامتر. اینجوری داریم با هم دیگه حرف میزنیم. یا هکتو، هر 100 متر رو میگن به عنوان مثال یه هکتومتر، هر 1000 متر رو میگن یک کیلومتر. فاصله دو تا شهر رو بخوایم اندازه گیری کنیم کیلومتری حرف میزنن دیگه. چرا؟ چون متر براش کوچیکه. یه خود بزرگتر با هم دیگه صحبت کنیم. خب آقا ما اینا رو اوکییم، فعلا اینا رو میذاریم بغل دستمون تا اینا رو حفظ کنیم داشته باشیم. حالا چجوری تبدیل واحد کنیم؟ نگاه کنیم بچه‌ها، تبدیل واحدش چه شکلیه؟ یعنی چی به ما میدن؟ سوال چه شکلیه؟ سوال اولو ببین، تبدیل یکایزی رو انجام بدین. اولیش چیه؟ این که 325 میکرومتر چند سانتی متره. من اول یه توضیح بچه در مورد این بدم، یه توضیح خیلی کوچیک. مثلا آقا این دومیه چی؟ میلی کولون دیگه چیه آقا؟ پیکوفاراد دیگه چیه؟ بچه ها تو تبدیل واحد کردن، این فرمولی رو که بهت یاد میدم تو ذهنت داشته باش. نگاه کن، ما هر واحدی رو بخوایم تبدیل کنیم از دو تا ساختار ساخته شده که این میخواد تبدیل بشه به یه چیز دیگه. خوب گوش کن، هیچکی چت نکنه، فقط اینجا رو گوش کنیم. میخوام درگیر جزئیات و الکی‌ها نشی. این دومیه که داری میبینی، این واحد اندازه گیریه، پس این واحده. اصلاً برای تو تو تبدیل واحد مهم نیست. این میتونه هر چیزی باشه، میتونه متر باشه، میتونه کولون باشه، میتونه فاراد باشه، میتونه آمپر باشه، هر چی. به ما چه؟ اونورم همینه، یعنی اونورم دقیقاً میشه متر، دقیقاً میشه کولون. واحد اندازه گیریه که شاید اصلا من و تو ازش سر در نیاریم که آقا این چیه اصلا. اولی است که برای ما مهمه، یعنی این پیشونده است که داره چی میشه؟ تبدیل میشه به یه پیشوند دیگه. این میتونه میکرو، سانتی، میلی، پیکو، هکتو، همون جدول است که با هم دیگه داریم میبینیم. پس تو هر واحدی دیدی دومیه رو اصلا دست بذار روش. مثلا پیکومتر، ولش کن مترو، پیکو رو دقت کن، میخواد تبدیل بشه به چی؟ سانتی متر. دوباره متر رو ول کن، سانتیه رو دقت کن. حالا نگاه فرمولی که بهت یاد میدم، این یه چیزی هست. یعنی چی آقا یه چیزی هست؟ یعنی مثلا سانتی باشه چنده؟ 10^-2. میلی باشه چنده؟ 10^-3. آقا اینه یه چیز دیگه است دیگه، مثلا میکروه 10^-6. تو برای اینکه تبدیل واحدتو انجام بدی، من این اضافه رو بردارم، عددت هر چی که هست، ببین اینو یاد بگیر، این جایی بهت نمیگن، عددت هر چی که هست، هر عددی بهت داده بود ضرب کن تو x بر روی y. تبدیل واحدتو انجام دادی، تمام. ولش کن اون روش زنجیره یه کتاب درسی رو که باید یه خط بنویسی، اگه نری خط دوم، یعنی کسری باشه یا تواندار باشه، دو خط دانش آموز مینویسه که یه تبدیل واحد کنه، یه کلمه است، تموم شد. عدد تو ضرب کن تو اولی بر روی دومی، تبدیل واحد تو کردی رفت، تمام. یه فرمول طلایی، یه فرمول کیف کن، یه فرمولی که میخوایم باش کیف کنیم، چون اصلا مال فصل یک نیست این تبدیل واحد. تو فصل دوم که دارم به درس میدم دوباره تبدیل واحد داریم، تو فصل سوم کار و انرژی دارم به درس میدم، ولی میبینی گفته میکرومتر، گفته سانتی متر، پس بازم تبدیل واحد داریم. سال بعد هم داری، سال بعدش هم داری، دانشگاه هم بری دوباره تبدیل واحد خواهی داشت. پس آقا این فرمول طلایی رو یاد بگیر، الکی اون روش کتاب درسی نمیخواد بری، گرچه ما تو کلاسامون تمام روش کتاب درسی رو هم درس میدیم. چرا؟ چون تو اول باید امتحان بدی بعد کنکور.
پس کتاب درسی رو کامل میگیم. بچه‌ای که تابستون با من کلاس داشتن میدونن که کامل روش زنجیری رو گفتیم، 7-8 تا سوال هم حل کردیم، بعد دیگه سال 11 هم گفتیم آقا بی خیال حالمون بد شد، این چه روشیه، یاد گرفتیم برای معلم مینویسیم اوکی. اما برای جاهایی که حالا با تستای عجیب غریب روبرو میشیم تو آزمونه آزمایشی، اگه من بخوام اونجوری حل کنم هر تست 74 ثانیه وقت داره، من باید 10 دقیقه وقت بذارم اون تستا رو حل کنم و اصلا نمیصرفه، به درد من و تو نمیخوره. نمونه آقا این اولی رو نگاه کن، خوب دقت کن، میگه 325. خب الان این 325 که عددمونه، این هیچی نگرش دار، آخر سر باش کار دارم. 325 چی؟ میکرومتر. قرار شد کیو برداریم؟ اولی رو. میخوام ببینیم میشه چند سانتی متر. ببین اصلا من متر رو نگاه نمی کنم، من دارم میکرو و سانتی رو میبینم. حله؟ خب بیا، حالا که حله، میکرو تو جدولمون چند بود؟ 10^-6. سانتی چند بود؟ 10^-2. این حکم همون ایکس رو داره، اولی است دیگه. این هم حکم ایگرگ رو داره، دومی است. یعنی من فقط کافیه بنویسم 325 عددم ضرب در 10^-6 بر روی 10^-2. برو حالش رو ببر، میشه 325 ضرب در 10^-4. تمام. حل. اونایی که فصل اول رو دیده باشن یا کتاب کمک آموزشی خونده باشن اون روش زنجیره‌ای کتاب درسی رو میدونن که چه بیچارمون میکنه. عرفان نماد علمیشم کردی، دمت گرم. مطمئن فعلا نماد علمی حرف رو میزنیم. عرفان عالی بودی، ولی فعلا نمیخوام نماد علمی، نمیخوام. آه همینجوری بنویسیم بره. الان دومیه رو نگاه کن، دومیه رو ببین، ببینیم سراغ دومیه. یه عددی داده، آقا قرار شد هر چی بود بود دیگه، به ما چه عددیه؟ یه عددیه، هر چی که هست. فعلا سر این عدده با هم دیگه صحبتی نداریم. واحدش چیه بچه؟ میلی کولون. آقای محمدپور کولون دیگه چیه؟ میگم ولش کن، واحد بار الکتریکیه، نمیدونی؟ بیخیال، میلیشو کار داریم. میلی که قراره تبدیل به چی بشه؟ نانو. یعنی اون چیزی که یکیه بنداز دور. میلی کولون، نانو کولون. کولونا رو خط بزن، تو چیکار داری با کولون؟ خب میلی چند بود بچه؟ میلی 10^-3. اصلا باید حفظ کنیم، حفظ میشی. بله تو شیمی هم تبدیل واحد داریم، تو ریاضی هم شنیدم تازگی تو 12 تبدیل واحد دارن بچه ها. یعنی یه مبحث پایه‌ای، اصلا ربطی به فصل اول نداره، همه باید بلد باشن. وقتی کنکور درس میدیم دانش آموز کنکوری گیر داره، سوال حل میکنه ها، تبدیل واحد آخرش رو گند میزنه، تست رو میپره ازش. پس این خیلی مهمه. میلی 10^-3، حفظ نمیکنی، حفظ میشی. نانو چی بود؟ 10^-9. خب الان بهم بگو ببینم عددت کو؟ 32 و 3 تا 0 پشتش. باز ضرب در چندش کنم بچه؟ اولیه ایکس، دومیه ایگرگ. 10^-3 بر روی 10^-9. دم بچه هایی که دارن جواب میدن گرم، مرسی، عالی، آفرین. یعنی 32 با این صفرای پشتش اصلا مهمی برامون. اینه بیار بالا، 10^-9 میاد بالا میشه مثبت 9، 3 کم کن میشه 10^-6. پرت کن تو صورت تست بره دیگه، کشش میخوای بدی؟ گرچه میگم روش زنجیره‌ای رو هم حتما با هم دیگه کار میکنیم. خب الان موقعشه، الان من جواب میخوام آقا این چی میشه؟ سوال سومو ببین، 52 میلیمتر مربع چند سانتی متر مربع است؟ بچه ها 52 که عدد، بیخیال، میلی دارم میبینم، اونور دارم چی میبینم؟ سانتی دارم میبینم. میلی قراره به سانتی تبدیل شه، بزن تو گوشش ببینم. آفرین، میلی و سانتی میخواین. آتنا خوبی؟ میلی سانتی. آقا میلی رو میگی؟ استاد ما هنوز حفظ نشدیم، بهمون بگو. 10^-3.
سانتی در به تمام منفی دو. خدایی بعد عدد بگین دیگه، بجوم حل کنیم. سینما نیستا، داریم یاد میگیریم با هم. آقا یک ساعت با همین یه تبدیل واحد یاد بگیر، تا آخرش منو دعا میکنیم یا دمش گرم یه تبدیل واحد به ما یاد داد. بودو آفرین باری کلا نرگس، عرفان عالی، آتنا مرسی، تمام. 52 ضرب در چند؟ 10^-3 بر روی 10^-2. اولیه ایکس، دومیه ایگرگه. پس میشه چند؟ میشه 52 ضرب در 10^-1. حالا یه چیز جدید تا الان نداشتیم. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، خوب دقت کن اینجا رو ببین. آقا این میلیمتر این چیه دیگه استاد؟ مربع. اینجا هم شده سانتیمتر مربع. بچه مربع یعنی چی؟ یعنی توان دو. مکعب یعنی چی؟ یعنی توان سه. پس ما یا متر داریم یا متر مربع داریم یا متر مکعب. متر برای طول، متر مربع برای چیه؟ سطح. متر مکعب برای چیه؟ حجمه. پس آقا این یه توان دو هم داشت. اضافه کردم یه نکته که وقتی داری تبدیل واحد میکنی میخونی، واحده رو کار نداری، یکه رو کار نداری، ولی دیگه مربعش رو که کار داری، مکعبش رو که کار داری. پس این یه توان دو هم میخواسته. پس میشه 52 ضرب در 10^-2. تمام. آخر سر این کارو میکنی. آفرین هانیه، مرسی هانیه، دقیقا همینه. آخر سر این کار تو بکن، اصلا مربع رو ولش کن، تبدیل واحد رو انجام بده، تمام که شد بعد مربع رو تأثیر بده. مرسی. الان این نگاه کن، این دیگه من سکوت، این خدا وکیلی دیگه من حرف نمیزنم، تو بگو ببینم این چی میشه. آره توان زرد میشه دیگه بچه ها. حالا اگه یه نفر 1% اینی که من دارم میگم نمیدونه، حتی یه نفر، برای اون یه نفره میگم شما بلدین. بچه ها 10^ هر چیزی به توان چیزی برسه میشه 10^ m ضرب در n. مثلا 10^2 به توان 3 میشه 10^2 6 حواستون باشه دیگه. سه دو به توان 3 نمیرسه بگیم 8، 10^2 به توان 3 میرسه. یعنی 10^2 رو 3 بار تو خودش باید ضرب کنیم میشه 10^6. این حواستون باشه بهش. اوکی بفرما. 25000 سانتی متر مکعب ارفان گفته، امیر ارسلان هم داره میگه، مرسی. چند میکرومتر مکعبه؟ آفرین آفرین نرگس، امیر رضا، عاطفه، زینب. چرا زینب چطا برات بالا نمیاد؟ همه دارن میگن به خدا پشت سر هم. نه چطا چون خصوصیه، شما فقط چط خودتو میبینی. زینب تقلب نداریم، چون سوال میپرسیم بچه ها دست هم نگاه میکنن. خب بریم ببینیم آقا چی شد. بینج ببینم، سانتی داریم میخواد بشه میکرو، سانتی میخواد بشه میکرو. خب برو بریم. سانتیه 10^2 چنده بچه ها؟ -2. میکرو ببینم چند بار بچه تکرار شد؟ 10^-6. این چند بار تکرار شد؟ یعنی عملا اون حفظ کردن نمیخواد اون جدوله. تمرین کنیم، دو سه بار رو جدول نگاه کنیم و یاد میگیریم آقا میکرو 10^-6 بود، 1000 بار استفاده کردیم. مطابق حواسمون هست آخر آخر این یه مکعب هم داره. مکعب برای حجم استفاده میشه، یعنی من یه توان 3 هم باید آخر ضرب کنم. خب بریم بسم الله. یه عدد داریم 25000، این باید ضرب شه تو خط کسری که اولش 10^-2، بعدیش 10^-6. خب یعنی چی؟ یعنی 25000
ضرب در 10 به توان منفی 6 بیار بالا میشه 6، دو تا کم کن میشه 4. اما توان 3 یادم نمیره، یه توان 3 هم میذارم، پس جوابم در انتها میشه 25000 ضرب در 10 به توان چند؟ 3 4 تا 12 تا و سلام. دیدیم بچه؟ مرسی، مرسی فاطمه. حل عالی، تمام. بسیار به دردمون میخوره. پس چی شد بچه؟ وقتی دارم تبدیل واحد میکنم، واحد چیه به من ربطی نداره. پیشوندش چیه برام مهمه. یه پیشوندی داده، یه چیزی خواسته. اوکی؟ آفرین امیرحسن. چرا منفی 12 امیر؟ آره دیگه منفی 6 بره بالا، برعکس رفتی. آره دیگه، دهم روش زنجیره‌ای کتاب برای کتاب. معلم اگه پافشاری کرد باشه، براش می‌نویسیم، تو کلاسامون هم یاد میدیم. اما وقتی داریم تست میزنیم، رفتیم 11ام 12ام داریم کنکور میدیم، زنجیره‌ای بخوام بریم نابودیم، چون تو یه سوال 4 5 تا تبدیل واحد داره، هر کدومو بخوایم زنجیره‌ای تبدیل واحد بکنیم که صبح شده، یه جوری می‌خوایم سوال حل کنیم. آقا یه حالت دیگه مونده استاد، نگفتی کسری بود چی؟ کسری باشه چیکار کنیم؟ بیا 72 کیلومتر بر ساعت چند متر بر ثانیه است؟ یعنی الان بچه‌ها من کیلومتر دو تا تبدیل واحد دارم. آفرین نرگس، نرگس حفظ بودا، دو تا تبدیل واحد دارم. آقا کیلومتر بر ساعت، نگاه کنیم بچه‌ها چی شده. 72 که هیچی، یک کیلومتر بر ساعتی دارم که قراره تبدیل بشه به متر بر ثانیه. خب دو تا نکته میخوام بگم، نورالله گوش کن، دو تا نکته. یک، استاد شما گفتی از دو بخش ساخته شدن، یعنی کیلومتر، سانتیمتر، میلیمتر، دکامتر، این چرا متره؟ این چرا متره؟ چی شد؟ الان این چرا دو بخشی نیست؟ اولش دو بخشیه، ولی این ورش چرا دو بخشی نیست؟ چرا فقط متره؟ خب واحد اصلیمونه دیگه بچه ها. آفرین آتنا، میخوایم باش یاد بگیریم کار داریم. بچه ها واحد اصلیمونه، پیشوندی نداره، یعنی اصلا یک میذاریم جاش، هیچی نیست، چیزی وجود نداره. چیزی نداره یعنی چی؟ یعنی یک. حل بچه ها؟ پس کیلومتر قرار تبدیل بشه به متر. خب کیلو که تبدیل واحدشه، کیلو اینا این کیلوه که قرار تبدیل بشه، 10 به توان چند بود کیلو بچه ها؟ 3. کیلو جزء، درسته؟ میشه 3. پس کیلو وقتی میخواد به این هیچیه تبدیل بشه، آفرین، میشه 10 به توان 3. کیلو هر حواسم باشه. ساعت هم میخواد بشه ثانیه. یه ساعت چند ثانیه است بچه ها؟ 3600. پس من 72 رو باید ضرب کنم تو چی؟ بلی کلا، صورت کیلوه، 10 به توان 3، مخرج 3600. دقیقا همونی که بچه ها حفظ بودن و گفتن. 72 با 36 ساده میشه، میشه 2. این دوتا صفر هم با این میره و یه 10 باقی میمونه که میشه 20 متر بر ثانیه. پس آقا اگر کسری بود، یه بار صورت رو تبدیل میکنی، یه بار مخرج میذاری سر جاش. دقیقا، ارسی، عالی بابا، خفنید شما، خیلی هم عالی، دمتون گرم. حالا تست بزنیم ببینیم، تست اول، تست اول رو ببینیم. آره دیگه، اون دیگه حفظ شدی معصومه، که آقا کلن تقسیم از 3.6 دام کن بره دیگه استاد، درسته حفظ شدیم، ولی ممکنه کسری هایی به ما بدن، درسته، مثل این نگاه کن، کیلومتر بر ساعتی که میخواد بشه سانتیمتر بر ثانیه. حالا چی؟ حالا دیگه تقسیم بر 3.6 دام نمیشه که. پس دقت کن، میتونه اینجوری باشه، کیلومتر بر ساعت، ببین من یه 18 دارم که عددمه، کیلومتر بر ساعت، این میخواد تبدیل بشه به چی؟ سانتیمتر بر ثانیه. حالا تبدیل کنید ببینم،
دیگه 3.6 نمیشه. پس روشش رو یاد گرفتیم، اصولش رو یاد گرفتیم که باید چیکار کنیم. حالا برای کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه اصلا حفظیم آقا، اصلا نیازی نداریم، دمت گرم. اما اصولی یاد بگی که اینم بلد بشی دیگه، که الان کیلومتر بخواد بشه سانتی متر. یعنی باید بچه ها کیلو، ببین انگار میخوام این کارو کنم، انگار میخوام کیلومتر رو تبدیل کنم به سانتی متر، اصلا کاری با اون مخرجش ندارم. کیلو ده به توان چنده؟ 3، مثبت 3. سانتی ده به توان چنده؟ منفی 2. درسته؟ آفرین. یعنی الان صورت داستان باید زبدر چند بشه؟ یه خط کسری که 10 به توان 3 تو صورتشه، 10 به توان منفی 2 تو مخرج. عالی، آفرین عاطفه. 10 به توان چند میشه؟ 10 به توان 5 میشه. مخرج چی استاد؟ یه مخرج هم داریم ها. ساعت قراره تبدیل بشه به ثانیه. خب اینو چجوری بریم حالا؟ یعنی که بلدی دیگه، ضرب در 3600. پس کل عددت که چند بوده؟ 18 ضرب میشه تو 10 به توان 5 تقسیم بر چند بچه ها؟ 3600. این میشه جواب شما. حله؟ بله. 18 رو با 36 میزنیم، یه 2 میمونه. این دوتا صفر هم با اون بالا یه بزنیم، 10 به توان چند میمونه؟ 3. یعنی الان میشه 1000 در توان 3 دیگه، تقسیم بر 2 میشه 500. آقا کدومش 500ه؟ گزینه 2 تمام و سلام. حل بچه ها؟ مرسی مرسی، قبل من کلی گفته بودن، دمتون گرم. عالی، مرسی مرسی. تمام شد، تست دادیم. یه تست ببینیم دیگه چی داریم. حالا تبدیل واحد درست انجام دادن اینجا به دردمون میخوره. ببینید بچه ها، اگر من یه چنین تستی رو بخوام از روش زنجیره‌ای حل کنم برم جلو، حداقل 10-15 دقیقه وقت میگیره. هر تست چقدر وقت داره؟ 1 دقیقه و 20 ثانیه. آقا دیگه اصلا 1 دقیقه و 30 ثانیه. 10 دقیقه بذارم اینو حلش کنم. خب زنجیره ای رو برای تستا 100% میذاریم کنار، مگه اینکه معلم ما رو مجبور کنه بگه آقا زنجیره ای برای امتحان بنویس. خیلی قبول آقا، امتحانه دیگه، مینویسم کارم رو میندازم، ولی دیگه کاری باهاش ندارم. الان میخوایم دیگه خوشگل ما تو تست دوم همه چیز رو تمرین کنیم، بنابراین اصلا تست رو میذاریم تو ذهنمون کنار. فکر میکنیم آقا 4 تا تبدیل واحده که من و تو میخوایم انجام بدیم، دونه دونه انجام میدیم. برو بریم. کدام یکی از تبدیل واحدهای زیر نادرست است؟ یعنی الان ما 3 تا درست داریم، یه دونه نادرست. برو بریم. الان گزینه اول بچه‌ها با عدده کاری نداریم، درسته؟ متر قراره بشه پیکومتر. پس ما قراره متری رو تبدیل کنیم به پیکومتر. درسته؟ آقا این چرا هیچی نداره پشتش؟ گفتم خب 1 بذاراش. 1 متر، اینم پیکو. پیکو چند بود؟ ای آقا اینا رو ما حفظ نیستیم هنوز که. خب باشه، اب نداره. ببین حفظ نشدیم، گناه نکردیم که. بفرمایید بگرد دنبال پیکو. پیکو کو؟ ایناهاش. ببین ایناهاش هایلایت کنم برات. آقا اینا این پیکو. 10 به توان چنده؟ -12. مرسی اصلا بچه ها حفظ نه. پیکو 10 به توان منفی ده. بذار هایلایتش بمونه، ببین رو چیا زوم داره. پیکو 10 به توان منفی 12. قبوله؟ خب اینم 10 به توان منفی 12. یعنی آقا من اون عدد رو که هست 85 ضرب در 10 به توان منفی 7 باید ضرب کنم تو خط کسری که اولش 1، بعدی چیه؟ 10 به توان منفی 12. خب 10 به توان منفی 12 رو بیاریم بالا، 10 به توان منفی 12 میشه 12، مثبت 12. 7 ازش کم کن، چند میشه؟ میشه مثبت 5. آقا این 8.5 زد در 10 به توان 6 نوشته. میگم خب این ممیز زده دیگه، چه فرقی میکنه؟ 8.5 زد در 10 به توان 6،
85 صدم ضرب در 10 به توان 7. اینا همه یه عددن دیگه. پس درسته. پس گزینه اول ما این درسته. کاری باهاش نداریم. این صحیحه. این میگه کدوم نادرسته. آره نماد علمی نوشته بود کلام معصومه. آفرین. نماد علمی نوشته. که تو جزوه‌مون کامل در موردش صحبت خواهیم کرد. خب بریم دومی رو ببینیم. آقا پنج ردیف بود استاد. بریم دو کدومه؟ حالا تو در نظر بگیم ما اینو می‌خواستیم زنجیری بیاریم. هنوز داشتیم می‌نوشتیم. هنوز هیچ کار خاصی نکرده بودیم. ولی رفتیم دو. یعنی بغل دستیمون افتادیم جلو. برو بریم دومی. دومی چیه؟ کیلو گرم می‌خواد بشه میلی گرم. کیلو گرم قرار تبدیل بشه به چی؟ میلی گرم. بچه ها کیلو 10^3 میلی 10^-3 مثلا اصلا با واحد کاری نداریم ها؟ گرمه هرچی به ما چه؟ پس 260 باید ضرب شه تو 10^3 مخرجش هم که هست 10^-3 پس باید بشه 260 ضرب در 10^-6. خب این هست یا نیست؟ این 2^60 ضرب در 10^8. مگه دو تا ممیز نرفت آقا؟ خب دو تا توان هم اضافه شده. درسته دیگه، مشکلش کجاست؟ هر چند تا ممیز میبری عقب، توان مثبت بهش اضافه میکنی. این نسبت به بالاییه، دو تا ممیز رفته عقب. خب دو تا توان هم گذاشته جاش. دمش گرم. کار خوبی کرده. آفرین. پس اینم صحیحه. کاری باش نداری. گرچه تو تستا بهتون یاد میدم که اصلا کدام درست است کدام غلط است و از کدوم گزینه شروع کنیم. الان اصلا ما تست نمیخوایم بزنیم، داریم تمرین میکنیم که وقتی میگه کدام درست است کدام غلط است از آخر بیا اول، چون معمولا 3 و 4 یکیش جوابه. این طرح اصلا دنبال وقت تلف کردنه، یعنی میخواد از این اول شروع کنی بیای پایین، یا 3 یا 4. خیلی با رحم باشه 3، بی رحم باشه 4، جواب ما میشه. ما الان اصلا نمیخوایم تست بزنیم، داریم حل میکنیم، داریم یاد میگیریم با هم دیگه. بیاریم سه رو ببینیم. بریم ببینیم آقا سه چیه. بچه ها اعلام کردن که آقا سه غلطمونه، یعنی جواب تستمون سه. استاد ببینیم راست میگن. برو بریم بچه ها. سانتی متر مکعب، ببین دوباره من سانتی دارم، مکعب رو حواسم باشه، قراره بشه دکامتر مکعب. یعنی من به دو تا چیز باید حواسم باشه. اولی سانتی 10^-2. این چنده؟ 10^ چند؟ بچه ها از صدر صد بود دیگه، اون بالا بود. دکا 10^ چنده؟ آه تایپ کن، یه عدد میخوای تایپ کنی ها. دکا 10^ چند؟ ماشاءالله مثبت 1. درسته؟ آفرین، مرسی. پس من این عددم که هست 200^10^8 رو باید ضرب کنم تو 10^-2 بر روی 10^-1. منتها ایشون باید به یه توان 3 هم برسه، یادم نره. خب 200^10^8 کل این داستان که بیاد بالا میشه 10^-3. درسته؟ به توان 3 3 تا 9 تا، شما منفی 9. خب یعنی چند میشه؟ یعنی میشه 200^-10^-1. یعنی آقا باید 20 در اومده باشه ها. میگم نه، این 200ه. چرت و پرت گفته. این غلطه. یعنی جواب تست من اینه که غلطه بود. یه صفر اضافه گذاشته. 20 باید مینوشت نه 200. این از گزینه سوم. گرچه بچه چهارومیر هم میشه تمرین کرد، داریم تمرین میکنیم دیگه. چهارومیر هم بریم. شما 10 تا تست این تیپی بزنی جدول رو حفظ میشی. بله حتما عرفان، بله چهارومیر هم الان حل میکنیم با هم دیگه. بریم چهارومیر. آقا درسته کو؟ کجاش درسته؟ نانومتر میخواد بشه پیکومتر. نانومتر میخواد بشه پیکومتر.
پیکو در بتوان چند بود بچه؟ نانو توناژش به 9 میخوره. نانو به 9 میخوره. در بتوان منفی نه. پیکو چند بود بچه؟ دمت گرم. مرسی فاطمه. عالی. ببین دیگه حفظ شد دیگه انقدر پیکو 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 کردیم دیگه آقا میگه در بتوان منفی 12 دیگه استاد. خل شدیم. اینم که در بتوان منفی 9 نانو 9. نانو 9. خب عددو بیار. 31000 ضرب در یه خط کسری، اولش ضرب توان منفی 9، بعدش ضرب توان منفی 12. اینو بیارمش بالا میشه 31000. توان موانم که نداره، ضرب توان 12 بیاد بالا 9 تا کم کنی میشه چند تا؟ 3 تا. صفرشو بچه بگید 3 و 1/10 نوشته. چند تا ممیزه بارده جلو؟ 1 و 2 و 3 و 4. یعنی اینو میتونم بنویسم 3 و 1/10 ضرب در 10^4. یه 10^7 سم که داشتم. خب یعنی 3 و 1/10 ضرب در 10^7. خب راست میگه که بنده خدا. دمش گرم. آفرین. اینم صحیح بود. گرفتیم بچه ها؟ به این میگن تبدیل واحد کردن؟ از یه روش خاص، یه روش ساده، آسون. هرچی روش سخت‌تر باشه که بهتر نیستش که. این میشه آسون‌تر، سریع. این اگه بچه زرنگ بود سریع مینوشت، تست تو هم آقا 2 دقیقه زده بود دیگه، اصلا 2 دقیقه تموم میشد. ولی میگم من زنجیره ای حل کنم 10 دقیقه زمان میخوام. حل دوستان خیلی گیج کننده است، معصوم، یعنی واقعا حرفی ندارم. چی میگه این؟ یه لول بردیمش بالاتر. تست گردن کلفت 1200 میلیمتر بر روی هکت. آقا اچ اچ چیه؟ علامت اختصاریه؟ اچ اچ؟ نه، دومیه رو که گفتم پرت کن کنار. ببین نگاه کن، حرفمو گوش کرده باشی اینو اچ اچ نمیخونی. یعنی من چی گفتم به؟ گفتم آقا دومیه رو بی خیال، اینو ولش کن، اصلا تو با این کار نداشته باشین. چیه؟ یه واحدی اصلا نمیدونیم چی هست آقا. ساعتها نمیدونیم، ولی اولیه رو که میشناسیم بچه. این چیه؟ هکتو. آفرین، هکتو ساعت. اصلا نمیدونیم یه چیزی نوشته معلومی چیه. دومیه رو تو کاری نداریم، شو با اولیه کار داری. پس برو دیگه، راهنماییت هم کردم. پس هکتو ساعتی میخواد بشه دکامتر، تازه تو مخرج. هکتو ساعتی بخشی میخواد بشه میلی دقیقه، میلیمتری هم میخواد بشه دکا متر. با پشتیبانی بچه ها، چگونگی ثبت نام که گفتیم اسمس دیگه به اون شماره 1030 چند بود؟ 75 بود فکر میکنم، 1375 این ثبت نامه. بعد سوالی اگه دارید به پشتیبانی میتونید تماس بگیرید، کمکتون میکنن. چجوری وارد سایت بشیم، جزوه ها رو داشته باشیم، کلاس بعدی هست نیست، بازم با هم دیگه خواهیم بود نیستیم. بچه ها چی شد؟ گزینه بگو به هم. آتنا گزینه میخوام. بازم وارد بینیم بقیه بچه ها چی کار میکنن. امیر حسن، مهدی، سارامش، حمید، هم اسم من هم هست، محمد طه، پیمان، ان ای هم داریم، کوسر، لیلا، میهمان. آقا این چه کجا این؟ جواب بدین دیگه. بریم تبدیل واحد کنیم. هکتو 10^2 حق داره. میگه آقا هکتو نهیده بودیم استاد، بذار این هکتو رو برده بیارم و ببینیمش، ما که انو حفظ نشدیم که. بیا هکتو پسر دختره نازنین، یه هکتو داری 10^2 درسته دیگه. چی داشتیم؟ میلی داشتیم، میلی دیدم 10^-3. یه دکا هم بود 10^1. اینا چیزایی که شما نیاز دارید برای این تبدیل واحدتون. پس دکا 10^1، هکتو 10^2، میلی 10^-3. بریم تبدیل کنیم. بریم یه تست خوب با هم دیگه بزنیم.
یه تستی که سرش به تنش میارزه. ببین بچه این عالی بود، همه چی آورده دیگه تو این تسته، همه چی آورده. خب اولین کاری که بکنیم واسه تکلیف اینو مشخص کنیم. یه میلیمتر به ما داده، ما باید تبدیلش کنیم به دکامتر، مشخص کنیم. میلی 10^-3. این یکی چی؟ 10^ چند بود بچه ها؟ مثبت 1. قبوله؟ پس این داستان ما میشه خط کسری که صورتش 10^-3، مخرجش 10^-1، پس این میشه 10^-4. آقا این واسه این بفرما، این میشه 10^-4. قبوله؟ خب حالا میخواییم مخرجه رو تکلیفش رو تعیین کنیم. بله بله حتما، مرسی واقعا. بچه دقت کردین چی شده؟ 75 درسته، 57 تایپ کردن. الان براتون پین میکنن. این صورت سوال غلط بوده، صورت سوال غلط، تست غلط بوده. 1035 صورت سوال غلط بوده، صورت سوال درست کنیم. بریم بعدی آقا. هکتو ساعت میخواد بشه میلی دقیقه. آقا این ساعت به دقیقه که اصلا فوشه. ساعتی که دیگه بلدیم بکنیم دقیقه دیگه. یه ساعت چند دقیقه است بچه؟ این که آقا 60 دیگه، درسته؟ این که اصلا هیچی، ساعت چند دقیقه است؟ 60 دقیقه است. اما هکتو هر تکلیف رو مشخص کن باش. چی میگه؟ میگم هکتو رو که خودتون به من گفتین 10^ چند بود؟ 2. میخواد بشه چی بچه؟ میلی که 10^ چنده؟ این هم زیرش بنویسم، -3. پس علاوه بر عدد 60 من به یه خط کسری هم نیاز دارم که این خط کسری صورتش 10^2، مخرجش 10^-3، یعنی 10^ چند؟ 5. قبوله؟ پس آقا مخرج قضیه هم چی داره؟ یه 60 داره، یه 10^5 داره. ایناش ضرب کن، گزینه رو بزن بره دیگه. 1200 ضرب در 10^-4، درسته؟ در 60 ضرب در 10^5، تقسیم بر این. ساده کن، علامت بزن. 12^6، 2. یه صفر با یه صفر، بای بای. 10^5 رو بیار بالا میشه -5. آفرین. 10^5 رو بیار بالا میشه -5. با این میشه -9. خب 20 ضرب در 10^-9. 2 ضرب در 10^-8. حله، آفرین. گزینه 3 یامون. ببین تفاوت توی یه دونه منفیه ها. دیگه آقا از این گردن کلوفتر میخوام آقا بدن؟ تو کدوم آزمون تستی اینو میدن؟ ما تو یک ساعت یاد گرفتیم با هم دیگه تبدیل کنیم حتی اینا رو. دیگه چی دیگه میخواد؟ چی کار دیگه میخواست بکنه؟ تقسیمی که داده به همون، یعنی کسریه. از اون ور هکتو ساعت، این هیولا رو دیدی؟ همین یه دونه رو تو مدرسه میدن، یک نمره میذارن، هیچکی هم نمینویسه. همین یه دونه رو، هکتو ساعت رو تبدیل کنیم به میلی مینت. سوال قبل رو اسکرین بگیریم نازلی؟ بیا. سوال قبلیه اسکرین. بیا. شما پاک کردیم. گزینه 1 رو پاک کردیم، 2 رفتیم پاک کردیم، 3 رفتیم پاک کردیم نازلی. ولی حالا دیگه 4 رو حداقل داری. اصل اونی که میخوای اسکرین بگیری اینه. اونی که میخوای اسکرین بگیری اینه. اینو داشته باش واسه خودت. اینو به عنوان یه روشه تو امتحان. حدیثه خیلی معلم دیگه خفن باشه میخواد اینجوری مثلا خفن بخواد امتحان بگیره. اوکی؟ میذارم براتون بچه‌ها احتمالاً
کلاس رو ضبط کردم براتون میذارم. ببین اون سواله رو بچه‌ها سوال میپرسن، میگن آقای محمدپور این تیپی تو امتحان میدن؟ من بعید میدونم یکیشو میدن بچه‌ها، یعنی نمیان چهار گزینه بگن که، درسته؟ یکیشو میدن. دمت گرم هانیه. از پشتیبانی بپرسین. تو ببین اصلا کلن تو ریاضی انسانی هم هست دیگه، ان ای نازنینم من اسمش هم نمیدونم، آیا دیگه دیدم CR7 چه حالی کردم باش، نیست اصلا CR7 کجایی؟ تبدیل واحد همه جا هست، تو شیمی داریم، تو فیزیک داریم، ممکنه تو رشته انسانی هم تو ریاضیاتش تبدیل واحد نیاز باشه، نمیدونم که بگم. اوکی؟ سوالتون رو پشتیبانی بپرسین لطفاً، من خیلی در جریان نیستم. اینو اسکرین بگیر، این اسکرین بگیر. آها ملیکا یه سوال میپرسه. ملیکا میگه آقای محمدپور 20 ضرب در 10 به توان منفی 9 چرا میشه 2 ضرب در 10 به توان منفی 8؟ میگم منفی ملیکا، منفی 10 به توان منفی یعنی ممیز، هر صفر یه ممیز رو میتونه بین ببره، یه دونه صفر داره این 20، یه دونه از این ممیزا یعنی 10 به توان منفی 9 از بین میبره، یعنی میتونم بنویسم 2 صفرشو با یه دونه اون ممیزه بزنم بشه 10 به توان منفی چند؟ 8. گرفتی داستان رو؟ حالا بچه یه سوال باز خودتون، این سوال اسکرین کنین، جواب بدین، کیف کنین، حله؟ خسته نباشین، اشاره سر کلاس ها ببینمتون، این تبدیل واحد و بلد باشین، من سر جلسه کنکورتون دعام که 3 سال بعد میگه آقا دمش گرم 3 سال پیش یکی یه تبدیل واحد بهم یاد داد، تونستیم باهاش یه تست کنکور بزنیم، کلی از تست کنکورم رگباری زدیم. بدون امید خدا، انیشتین دوستت دارم، خداحافظ.